به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، بیش از 2000 دانشجوی دختر از داخل و خارج از کشور عراق در حرم مطهر ابوالفضل عباس علیه السلام سوگند فارغ التحصیلی خود را ادا کردند و پس از اتمام دوره تحصیلی زندگی حرفه‌ای خود را آغاز کردند. شایان ذکر است این مراسم به همت حوزه بانوان الکفیل در حرم مطهر عباسی و با شعار از نور فاطمه سلام علیها عالم را منور می کنیم برگزار شد. در این مراسم دانشجویان دختر سوگند فارغ التحصیلی خود را مبنی بر وفاداری و صداقت در خدمت به ملت، پاسداری از دین خدای متعال، تقدیس جان انسانها، حفظ کرامت و بهره‌گیری از دانش به نفع بشریت ادا کردند. منابع امنیتی ترکیه خبر دادند که مسئول قاچاق مواد مخدر و پولشویی پکه که در عملیات سرویس اطلاعات ترکیه در شمال عراق ترور شده است. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از آناتولی، منابع امنیتی ترکیه روز جمعه اعلام کردند که این فرد با نام آرزگار سوار در سال 2015 میلادی به پکه پیوسته و در مناطق کوههای قندیل، هاکروک و افشین در شمال عراق فعال بوده است. بر اساس این گزارش، این عضو ارشد پکه در حالی که مشغول عملیات قاچاق مواد مخدر در شمال عراق بود، در یک عملیات اطلاعاتی توسط نیروهای ترکیه ترور شد. نمایشگاهی با موضوع ماه میراث اسلامی شامل نمایش گستره وسیع از کتابها از جمله تاریخ اسلام، حقایق فرهنگ اسلامی در کتابخانه واقع گویملی در برادفورد غربی برگزار شد. این نمایشگاه شامل نمایش گستره وسیع از کتابها از جمله تاریخ اسلام، حقایق فرهنگ اسلامی و نقش مسلمانان در تحولات گذشته و حال جهان بود. نمایشگاه اصلی که در این کتابخانه برگزار شد، نمایشگاه قرآن کریم بود که در آن نسخه هایی از قرآن کریم با ترجمه به بیش از 75 زبان به نمایش درآمد. غرفه رایگان کتاب و جزوه و غرفه نقد مذاهب که کتاب های مذهبی، کتاب های ادبی و نشریات مختلف را به نمایش می‌گذارد، از دیگر جنبه های مورد توجه در این نمایشگاه بود. خبری از قاره آفریقا. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از الجزیره، نیروهای واکنش سریع پس از حمله به یک پایگاه ارتش در نزدیکی دارفور غربی، اردوگاه آوارگان را محاصره و طی 3 روز بعد از آن این گروه شبه نظامی مرتکب بزرگترین کشتار جمعی خود از زمان آغاز جنگ داخلی در آوریل تا کنون شدند. ناظران محلی به الجزیره گفتند که حدود 1300 نفر کشته، 2000 نفر زخمی و 310 نفر ناپدید گشتند. گفتنی است از زمان آغاز جنگ داخلی در سودان، سازمان ملل متحد بارها کشتار جمعی و جابجایی مردم از سرزمینشان را محکوم کرده، اما انتقادها و نگرانی‌های جامعه جهانی نیروهای واکنش سریع در سودان را از جنایات بیشتر منصرف نکرده است. رسانه‌های پاکستانی اعلام کردند بیش از 80% افغانی‌های انتقال یافته به مرز برای اخراج از پاکستان مدارک اقامتی معتبر دارند و بیشتر آنها خواستار خروج از پاکستان به طور داوطلبانه نیستند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از اون نیوز، مقامات پاکستانی در مراکز ترانزیتی هیچ سازوکاری برای تایید مدارک شناسایی خود از جمله کارت‌های شهروندی افغانستان، کارت‌های اثبات ثبت نام و حتی کارت‌های هویت ملی کامپیوتری CNIC ندارند. بنابراین خواستار اعزام نیروهایی به این مراکز شدند تا بتوانند مدارک را تایید کنند. این نشریه به نقل از منابع اضافه کرد در برخی موارد مشاهده شده که مسئولان پاکستانی کارت‌های معتبر اتباع افغانستان را نیز مصادره کرده و سپس آنها را برای اخراج به مراکز ترانزیت انتقال می‌دهند.
و یک خبر علمی، نخستین پیوند چشم کامل انسان توسط جراحان آمریکایی انجام شد. این جراحی پیشگامانه شامل برداشتن بخشی از صورت و کل چشم چپ از جمله منبع خون و عصب بینایی فرد اهدا کننده و پیوند آنها به فرد دریافت کننده بود. اگرچه از انجام این جراحی 6 ماه می‌گذرد، اما هنوز خیلی زود است که بدانیم آیا این مرد قادر خواهد بود از طریق چشم چپ جدید خود ببیند یا خیر. اگرچه امروز پیوند قرنیه برای درمان انواع خاصی از کاهش بینایی رایج است، اما پیوند کل چشم شامل مردمک منبع خون و عصب بینایی متصل به مغز برای نخستین بار در جهان انجام شده است. و اما خبر آخر، برنامه جهانی غذا به تازگی گفته است که 4 میلیون کودک و مادر در افغانستان به سوء تغذیه دچار شدند. برنامه جهانی غذا روز جمعه 19 آبان این آمار را همزمان با کمک حدود 2 میلیون یوروی فرانسه برای تداوای بیماران سوء تغذیه منتشر کرده است. این سازمان پیشتر نسبت به کمبود بودجه برای کمک به مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده بود و به دلیل نبود پول دست کم 8 میلیون تن را از فهرست دریافت کنندگان کمک در افغانستان حذف کرد.